سلام قاسم. سلام سلام سلام. خوبی قاسم؟ سلام قاسم. صدای ما اکو داره. اد کن صدای ما. سلام صدای من هست. صدای هست. بگو خب. سلام بچه بگیم داریم. نه صدات خیلی خوبه، صدات اوکیه. بگو براش اگه میشه فقط زود برو سراغ نکته‌ای که می‌خوای شروع کنی. آره می‌کرم. ببین ما داشتیم چند روز پیش در مورد این مسئله صحبت می‌کردیم تو دیسکورد، گفتم نظرتون رو بدونم در مورد حق مالکیت زمین. اینکه حالا به طور خاص اگه کسی یه چیزی تو زمینش پیدا کنه مالکیتش با کیه؟ مال دولت یا مال خود فرد؟ خب بستگی به قراردادهای اجتماعی داره. اینا مردم درباره حق مالکیت و اینا معمولا یه جوری صحبت میکنن که انگار یه حقیه که مثلا طبیعت تعیین کرده یا خدا تعیین کرده یا اینکه مثلا به طور اصل اصلا وجود داره خارج از نظر هر کسی. حق مالکیت یه قرارداد اجتماعیه، بستگی داره به قرارداد اجتماعی هست که ما تعیین کردیم و ما قراردادها رو جوری سعی میکنیم تعیین کنیم که به نفع اکثریت باشه. این برای من جواب سوال اینه که بستگی داره. صدا تو بعد تا اول کلا فکر کنم فهمیدم منظور چی بود. الان البته مثلا تو کانادا تکلیف چه جوریه؟ مثلا اگه یه نفر تو حیاط خونه‌اش یه گنجی پیدا کنه اون گنج مال کیه؟ و این سوالای قانونیه، باید با وکلا باید با قوانین و جایی که هستن صحبت بکنیم. اینا بستگی این سوالای اخلاقی نیست، این سوالای قانونیه. خب بستگی به قوانین اون محل داره و باید با یه وکیل در برای بازو صحبت بکنیم. خیلی ما وقتی... من میرم کنیتم ضعیفه. باش یه چیزی بحث اینم اتفاق من تو این بحث با قاسم بودم تو دیسکورد. بحثش این بود که کسی که یه گنجی یه آثار باستانی پیدا میکنه اون مال خودشه، یعنی به دولت و به سایرین هیچ ارتباطی نداره از نظر ما، چون زمین مال خودش بوده و در اون زمین پیدا کرده، این مالکیت اون اثر به خودش ارتباط داره. که من گفتم نه، همچی چیزی نمیتونه باشه، چون همون بحث قرارداد اجتماعی که هستش بستگی داره. ولی خب بستگی به قوانین. ببین شما دارین میپرسین از لحاظ اخلاقی باید مالکی باشه یا از لحاظ قانونی باید برای کی باشه؟ سوال چیه؟ بحثش قانونی بود فکر کنم، نه اخلاقی. چون خب اگه از لحاظ قانونیه باید با یک به قوانین اون کشور ارتباط داره. من اگه شما آگاهی دارید از قوانین اون مکان، خب جوابشو میدیم. از لحاظ اخلاقی من نمیدونم، باید یه ذره فکر کنیم روش. ولی از لحاظ این سوالا رو باید مراقب باشیم قاطی نکنیم. خب سوالای قانونی و اخلاقی. خب یه چیز دیگه هم بگم درباره اینکه حق مالکیت مثلا باید مالکی باشه، چه جوری باشه، این حق ما باید داشته باشیم یا نداشته باشیم. خب بعضی موقع ها بعضی از این سوالا یه جوری پرسیده میشه انگار که مثلا همه این چیزها، این حقا ذاتیه، یعنی انگار مثلا ذاتا تو طبیعت مثلا ما آزادی بیان مثلا ذاتا باید یه چیزیه که خوبه. خب یا یعنی اینکه مثلا سکولاریسم ذاتا خوبه، یا یعنی اینکه حق مالکیت ذاتا یه چیزیه که خوبه. خب اینا هیچ کدومش ذاتی نیست، اینا هیچ کدومش طبیعت. مثلا یه مشکلی که یه مشکل فیلسوفای عصر روشنگری هم همین بوده که فکر می‌کرد وقتی که درباره این حق حقوق صحبت می‌کردن یه جور صحبت می‌کردن که انگار یه چیزیه که طبیعت یا خدا اینا رو به ما هدیه کرده، این حقا رو. خب اینا یه سری چیزایی هستن که ما براشون جنگ، یعنی مردم براشون جنگیدن، خون دادن، هزینه دادن، فداکاری کردن و یه چیزیه که ما به زور از حکومت میگیریم این چیزا، این حقوق. خب و کدوم حقوق خوبه کدوم حقوق بده همش بر اساس کاربردشون هست، نه چیزی که شما بتونیم بگیم به طور مطلق این خوبه یا بده. خب برای همین بینم بین ما با اینکه خیلی استفاده کردیم از متفکرین اصل روشنگری، میگم روشنفکری، روشنگری همون ایج آف انلایتمنت، یکی از مشکلات اساسیشون همین این بود. خب برای که معرفی این حقوق توسط این متفکرین موقعی انجام شد که ما هیچ معیار، نه هیچ دیتایی نداشتیم، هیچ گونه آمار و تحقیقی نداشتیم که آیا اینا واقعا به نفع جامعه هست یا نه. برای این توجیه اونا برای اینکه اینا خوبه اینه که حق اساسی هر انسانی که اینا رو داشته باشه. ولی ما دیگه الان به خاطر اینکه آمار و تحقیق و اینا داریم از همچین استدلالی لازم نیست استفاده بکنیم که اینا حق ماست به طور ذاتاً، به طور طبیعی. ما به طور طبیعی هیچ حقی نداریم.
ما همه حق حقوقمون رو به زور گرفتیم با جنگ و برای همینم باید مراقب باشیم که دستشون ندیم. مگه طبیعت هیچ چیز رو به ما هدیه نکرده؟ این مردمن، مردم تاریخ، تو طول تاریخ مردم دیگه بودن که این حقوق رو برای ما گرفتن. خب برای همین مهم هست که ازش دفاع بکنیم، چون به طبیعی قرار نیست به اینا برگردیم. خب و الان که ما آمار و تحقیقا اینا داریم، به جای اینکه بگیم اینا یه سری چیزای حقوق طبیعی انسانه، ما میایم میگیم که بر اساس تحقیقات، بر اساس آمارایی که داریم، از این حقوق دفاع میکنیم برای اینکه میتونیم اثبات بکنیم که اینا به نفع بشره. البته ما با این حال از این متفکرین متشکر هستیم، برای اینکه درسته که یه مقدار از استدلالشون غلط بوده، ولی بالاخره اینا رو به ما معرفی کردن و ما الان میتونیم به طور خیلی با اعتماد بالاتری بگیم که چرا این قوانین خوب هستن.